معنی لغوی بیابیا یعنی که من مجاهد، حالا من یه قطره کوچیکی از دریای مجاهدینم، یعنی مجاهدین تو هر تضاد، تو هر مشکل، تو هر جنگی بیشکاف بیابیاشونو میگن، یعنی پاشون سفته، یعنی لحظه ای حتی لحظه‌ش هم به ذهنشون خطور نمی‌کنه که بخوان ثانیه بخوان کوتاه بیان عقب بکشن در برابر رژیم و در برابر تضادی که باش مواجه میشن. به نظر من بیابیا یعنی این. بیابیا یعنی یک روزی خارمژگان سردار شهر اشرف کنم سال 82 بودش، گفتش که خدا رو شکر میکنیم به خاطر همه ابتلاعاتی که در سر راه ما قرار داره و از خدا میخواییم هرچی ابتلاعات بیشتری در مسیرمون قرار بگیره. تو فرهنگ اشرفی ها و تو فرهنگ اشرف نشان ها بیا یعنی شرایط هرچی میخواد باشه ما آماده ایم، ازش استقبال میکنیم، چون مطمئنیم حق با ملت ایرانه، پس مطمئنیم هر چی بشه ما پیروزیم. من وقتی که تو صف ایستاده بودم انتظار میکشیدم تا نوبتم بشه، اما انتظار من حدوداً 32 سال طول کشید. سال 57 که با مجاهدین آشنا شدم خیلی دوست داشتم که عضو مجاهدین بشم. اون موقع من 15 سالم بود، ولی این انتظار 32 سال طول کشید. این لحظات، این سالها، این دوره‌های متوالی که من طی کردم برای من یه معنی دیگه‌ای داشت. این صفی سادم بالاخره منم تونستم بعد از 32 سال به خواسته خودم و آرزوی خودم که عضو مجاهد خلق باشم برسم. نمیدونم کسی تو دنیا هست که شبیه من باشه، یعنی 32 سال برای ادای این سوگند لحظه شماری کرده باشه، اما میدونم خیلی از افرادی مثل من قبل از اینکه این صحنه رو ببینن، قبل از اینکه در این مراسم باشکوه باشن، به جوخه‌های اعدام سپرده شدن. اون لحظات یکی از مهمترین تصاویری که تو ذهنم بود بچه هایی بودن که من شاید ده ها و صد هاشونو در لحظات آخر به آغوش می گرفتم. یک پیام داشتن، اون پیام رو من در ادای سوگندم سعی کردم به بهترین نحو ادا کنم. اونا گفتن به برادر مسعود بگو ما تا به آخر ایستادیم، بگو که ما این راه رو تا به انتها، تا جوخه های اعدام، تا طناب های دار، تا روی تخت شکنجه ایستادیم، تا بگیم که این پایداری، پایداری یک مجاهد خلقه برای آزادی مردمش، و ما سوگند خودمون رو در عمل، در صحنه عمل، در اونجایی که باید قیمت داد، در اونجایی که باید فدای بیکران کرد، بدون چشم داشت، حتی بدون اسم واقعی. مجید صاحب‌جمع، مجاهد خلق، پیامدار ارواح پاک شهدای زندانی مجاهد خلق، پس از 32 سال انتظار برای این لحظه، سوگند یاد می کنم تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونم، مجاهد بمیرم، مجاهد بمیرم، مجاهد بمیرم. حاضر، حاضر، حاضر. من وقتی صحنه سوگند خوردن برای خواهران و برادرانم رو مشاهده کردم، اولین لحظه که داشتم این بود که خیلی چشمم رو گرفت، این بود که از جوانترین نسل و مسنترین اونجا تو اون سالا اون شب سوگند خوردن در برابر خدا و خلق و رهبریشون برای آینده ایران و آینده خیلی روشنی برای مردم رو تصور کردن. هر وقت خواهران اون سوگند میخوردند احساس میکردم که در هر لحظه بر شرف و پایداریم داره اضافه میشه و احساس میکردم خلق ایران چقدر خوشبخته که همچین سرمایه هایی داره. وقتی تک تک خواهر برادرها سوگند میخوردن احساس صلابتی تو تک تک اونا احساس میکردم
و یه جمله از خود برادر یادم میافتاد که میگفتن ما وقتی انقلاب خاورمریم رو داریم، نه پول میخوایم نه برقدرت، ما خودمونیم که میتونیم با خلقمون آزادی رو به میهنمون برگردونیم. و تو یه جمله این شعار همیشگی رو ما تو ذهنم، ما میگیم ما همه با هم هستیم، اشرف بی‌شکستیم. راستش تو صفی وایساده بودیم بریم، قبلش که اصلا نشسته بودیم رو صندلی با یکی از دوستان مثلا که بچه‌هاش صحبت می‌کردیم که خب مثلا رفتیم دیگه چی بگیم، هول شدیم هول نشیم اینا. بعد داشتیم که همینجوری تو صف بودم، اولین چیزی که به ذهنم زد تو دلم گفتم که راستش رو بخوای گفتم که محمد آقا بچه‌هاتو می‌بینی؟ اول چیزی که واقعا به ذهنم زد گفتم محمد آقا بچه‌هاتو می‌بینی؟ اینا همه بچه‌های شما دیگه، ببین چجوری دارن راه تو ادامه میدن. من مجاهد خلق الهام زنجانی حاضر حاضر حاضر. وقتی جمع رو و اون فریادهای رسای حاضر حاضر و هیهات هیهات رو نگاه میکردم، اون رو رژه‌ای از اراده های خلل ناپذیر یک نسل مجاهد میدیدم که فی‌الواقع اراده کرده ریش و ریشه این آخوندهای جنایتکار رو از کشور عزیزمون پاک کنه و اونا رو نابود بکنه. من مجاهد خلق سر معدد حاضر حاضر حاضر. وقتی که خواهر و مادرم هم توی این صف سوگند ها می دیدم خیلی خوشحال شدم در لحظه اول، به خاطر اینکه هر انسانی یک بار زنده است و یک بار در واقع توانایی این رو داره که یک انتخاب مهم توی زندگیش بکنه و در واقع زیباترین انتخاب رو. اون لحظه احساس کردم که وقتی که خواهر و مادرم رو دیدم احساس کردم که اونها هم با من هم آرمان هستن و در واقع بهترین انتخاب زندگی خودشون رو کردن که همون مبارزه در همین مسیر هستش و خیلی بهشون افتخار کردم و احساس کردم که از قبل خیلی بهشون نزدیکتر هستم و بیشتر از قبل دوستشون دارم. یه نکته خیلی جالب این بود که وقتی من تو صف بودم خیلی از برادرانم جلوتر از من بودن، اسمشونو که میگفتن مثلا علی، سعید، حسن، عباس، پرویز، اردشیر، کوروش، اینا همه برای من یادآور بچه‌هایی بود که تو سلول‌های زندان اوین، قزلحصار، گوهردشت، کمیته مشترک ضد خرابکاری، اسمای اینها مصادف میشد با اسمایی که من میشناختم. مثلا علی، یادم میاد علی یکی از بچه‌های خیلی خوب بود که وقتی که میخواست بره حتی بهش فرصت ندادن که با ماها روبوسی کنه، خداحافظی کنه و به طور غافلگیرانه اون از بند کشیدن بیرون برای اعدام. فقط از دور میگفت سلام منو به بچه ها برسونین. من دوست داشتم که اسم اونو بیارم تو این صحنه. یکی از بهترین دوستانم مجاهد شهید سعید تارانی بود، یکی از بچه ها اسمش سعید بود، یاد سعید افتادم. اون لحظه ای که داشت وسایلش جمع میکرد برای اعدام گفت ما به عهد خودمون تا به آخر وفا کردیم. دوست دارم اینو به برادر مسعود بگی. تک تک این اسما برای من اسمای بچه های شهدای زندانی بود، عباس، رضا، محمد سلامی. خیلی دوست داشتم اسم محمد سلامی بیارم چون اون دوبار دستگیری بود، به فاصله خیلی نزدیکی میخواست وصل به سازمان بشه اما فقط به خاطر اقدام برای وصل اعدام شد.